گزارشی داریم از بغداد. در حمله نظامیان آمریکایی به شهرک صدر بغداد 65 عراقی کشته و زخمی شدند. خبرنگار صدا و سیما از بغداد گزارش می‌دهد. بالگردهای آپاچی از هوا و زره‌پوش‌های استایگر آمریکا از زمین در این شهرک گلوله‌هایی را به طرف مردم شلیک کردند که نیمه‌های شب بوده. دو ساعت بدون هدف به همه جا شلیک می‌کردند. آمریکایی‌ها که مدعی مبارزه با تروریستند، خودشون تروریست نیستند. آخه با این گلوله‌ها آدم می‌کشند که بچه‌های ما رو کشتند. ما مردمی تنگدست هستیم، نه تروریست. چرا به ما حمله میکنن؟ اگه راست میگن برن در مناطق ناامن امنیت ایجاد کنن، نه در مناطق امن فقیر نشین. آخه ما چه گناهی کردیم؟ در این خانه یک خانواده با کودک 2 ساله بودند. از هلیکوپتر مدام شلیک میشد. به این قسمت اصابت کرد. کودک با پدر کشته شدند و مادر هم روانه بیمارستان شد. داخل پر خونه. اینجا هم بیمارستانیه که زخمی های اقدام امروز تفنگداران آمریکا به این بیمارستان منتقل شدند. در این بیمارستان هم کودکان و زنانی بستری شدند که آمریکا ادعای مبارزه با تروریسم را دارد. کودکانی که در خواب زخمی سیاست های کورکورانه آمریکا شدند. برای نماز صبح بلند شده بودیم که صدای وحشتناک شلیک گلوله اومد. یک بار انفجار مهیبی شد. شوهرم و بچه 2 سالم کشته شدن. تو یک لحظه تو زندگیم تنها موندم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بغداد. و گزارشی از آنکارا. بر اساس نتایج اولیه همه‌پرسی ترکیه، بیش از 72% از مردم این کشور انتخاب مستقیم رئیس جمهور آینده را خواستار شدند. اکثریت مردم ترکیه روز یکشنبه در همه پرسی اصلاح 2 ماده از قانون اساسی این کشور که امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با آرای مستقیم مردم و کاهش دوره نمایندگی مجلس ملی از 5 به 4 سال را فراهم می کند رأی مثبت دادند. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، حدود 70% شرکت کنندگان در این همه پرسی به اصلاحات قانون اساسی رأی مثبت دادند. در همه پرسی برای 4 سال یک پاسخ از مردم خواسته شده بود که آیا رئیس جمهوری را مردم انتخاب کنند، دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال کاهش داده شود و رئیس جمهوری فقط حق 2 بار انتخاب شدن را داشته باشد، زمان برگزاری انتخابات عمومی مجلس از 5 سال به 4 سال کاهش یابد و مجمع عمومی مجلس در همه رأی‌گیری ها با حضور حداقل 184 نماینده رسمیت یابد. بدین ترتیب با رأی آری اکثریت مردم ترکیه به این 4 سال بنیادی ترین اصلاحات در نظام پارلمانی ترکیه صورت گرفته است. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آنکارا. گزارش دیگر در مورد ترکیه. ارتش ترکیه روز یکشنبه با حمله به نیروهای پی‌کی‌کی 32 تن از آنان را کشت و 10 تن را زخمی کرد. در این درگیری 12 نظامی ترکیه هم کشته شدند. اوضاع در مناطق مرزی ترکیه و عراق پس از درگیری خونین یوکسک اوا همچنان بحرانی است و ارتش ترکیه با تقویت نیروها در استان مرزی حکاری در وضعیت آماده باش قرار دارد. ستاد فرماندهی ارتش ترکیه میگوید پس از نفوذ و تهاجم بامداد امروز گروه تروریستی پیکاکا به داخل خاک ترکیه که به کشته شدن دست کم 12 نظامی و مجروح شدن 16 تن دیگر منجر شد، روز یکشنبه 67 گذرگاه و محل استقرار این گروه مسلح را در مناطق مرزی عراق گلوله باران کرده است. گفته می شود در این حملات 32 تن از عوامل تروریست کشته شدند. پارلمان ترکیه هفته گذشته لایحه‌ای را از تصویب گذراند که به موجب آن ارتش اجازه یافت در صورت لزوم و در تعقیب گروه‌های تروریستی وارد شمال عراق شود. آنکارا مدعی است بیش از 3000 تن از نیروهای پیکاکا تحت حمایت نیروهای اشغالگر در ارتفاعات شمال عراق پناه گرفتند. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آنکارا. چند خبر کوتاه را به اطلاعتان می‌رسانم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت عالی رتبه روز دوشنبه در سفری رسمی به ارمنستان می رود. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی رومانی و ایران به تبلیغات گسترده منفی رسانه‌ای بیگانه بر ضد ایران اشاره کرد و گفت
مشکل اروپا این است که اطلاعات خود را از دشمنان ملت ایران می‌گیرد و بر مبنای آن تصمیم غلط می‌گیرد. رئیس سازمان صدا و سیمای ایران اعلام کرد 44مین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU با حضور بیش از 300 نماینده کشورهای عضو این اتحادیه 7 آبان در تهران برگزار می‌شود. مدیر عامل شرکت ایران خودرو از راه اندازی پایگاه تولیدی این شرکت در مصر تا 3 هفته آینده خبر داد. و رئیس جمهور پاکستان از تشکیل هیئتی مشورتی برای تعیین نخست وزیر موقت در این کشور خبر داد. پرویز مشرف تأکید کرد برای شناسایی و بررسی نامزدهای نخست وزیری موقت قصد دارد با سران احزاب و جمعیت‌های سیاسی پاکستان مشورت و رایزنی کند.